خب به نام خدا در دقایق آینده در مورد مسعود مولوی صحبت میکنیم، در مورد اینکه آدم چی شد که اصلا مهم شد برای من، و بعدا اینکه زینب طاهری اومد این وسط و اینکه مسعود مولوی ارتباطش با وکیل زینب طاهری چیه و یه بحث سیاسی که رخ داده بود. البته از منظر فنی به این موضوع میپردازیم، من هیچ سایدی رو نمیگیرم و سعی میکنم که تو این ویدیو صرفا بحث فنی رو پوشش بدم. خب واقعیت اینه که 6 دسامبر 2017 تقریبا تو همون تاریخ ها بود که یه نفر به من مسیج داد که آره یه بابایی هست به اسم دکتر مسعود مولوی و این بابا دنبال هکر میگرده. از با توجه به سابقه ای که من دارم و اتفاقاتی که برام رخ داده و از نزدیک خیلی چیزا رو تو ایران دیدم، افرادی که دنبال هکر میگردن آدمای معمولا لاشخوری هستن و دوستانی که حالا علاقمند هستن به موضوعات و کارشون اینه و سوادشون اینه، برای این کار ساخته شدن، باید مراقب این افراد باشن. افراد سودجو و دلال، افرادی هستن که در نهایت برای شما پاپوش درست میکنن. یه سرچ کردم ببینم که دوست دکتر مسعود مولوی کیه. یه اینستاگرامی داره که البته یکم تغییر کرده از اون تاریخ تا الان. تو اینستاگرامش خودش دکتر معرفی کرده، تو اون تاریخ عکسای مدرک دکتراش هم گذاشته بود که البته الان برداشته، حالا من مدرکش رو بهتون نشون میدم. یه سری ادعا کرده که من نمیدونم چیم، توی قرارگاه سایبری سپاه هم، این حرفای این مدلی، از واژه سپاه خیلی وقتا استفاده میکنه. یه علاقه داره که با آدمایی که مهم هستن تو مملکت عکس بگیره. اینکه دو تا بازدید با مرحوم هاشمی رفسنجانی داشته، بعد اینکه یه سری عکساش هم برای من جالب بود دیگه، مثلا خواه از تو مناطق نظامی یه جورایی به نظر میاد، یه سری عکس پابلیش میکنه، یه علاقه ای داره دیگه، علاقه داره دیده بشه دیگه. نمیدونم، احتمالا مراسم عروسیش هم پیش خاتمی بوده، نمیدونم، یه ساید سیاسی هم خیلی نداره، یعنی که هر کسی که آدم معروفی باشه این باش میره دمخور میشه. توی عکساش خیلی مشخصه که این رابطه خیلی نزدیکی با شهرام جزیری داره و یه جایی ادعا کرده که من مخترعه یه چیزی هم که یه لامپی هم که خم میشه، یعنی من نمیدونم این لامپ خم شوند این یارو و LED چه فرقی میکنه، خیلی نمیدونم. حالا میگه من اینو اختراع کردم، بلومه که میگه من نمیدونم رتبه یک هوش مصنوعی تو دنیام و امریکایی‌ها دنبالم بودن و میلیون ها دلار میخواستن من پول بدن، من نگرفتم. یکی دو تا روزنامه باش مسابقه کردم، ببینید اینجا توی این متن روزنامه ادعا کرده که چندین میلیون دلار می‌خواستن منو بخرن، نشده. ببینید این کلاهبردارا همه ترماشون ثابته، یعنی یک نخبن، دو آمریکایی‌ها می‌خواستن اینا رو ببرن اینا نرفتن، سه با همه عکس می‌گیرن، چهار عکسایی که می‌گیرن هم خیلی شیکه، یعنی عکسشون خیلی مجلسیه، یعنی تو آرمین راد هم شما اینو دیدید، اینجا هم همینه. و اینکه نکته جالبش ولی برای من این بود که یه جایی مثل صدا سیما خب اینو خیلی اینو خوب پوشش داده، مثلا رفته نم برنامه اینکه صدا سیما یه جای ملیه دیگه، میدونی، یعنی که موقع یه آدم رو پوشش میده باید یه دوست هیستوری از این آدم بدونه دیگه، موقع میاد به عنوان یه نخبه اینو معرفی میکنه، 2 ساعت 3 ساعت آنتن رو در اختیار آدم قرار میده، یعنی که چیزی میدونه دیگه، حتما یه هیستوری از این آدم میدونه، ولی نمیدونن واقعا، نمیدونن، یا اینکه پشتش چه اتفاقی تو اون تاریخ افتاده نمیدونم. فوق العاده آدم کلاهبرداریه. من البته خب با یه نگاه تقریبا حد زدم که این یاروی توریش میشه، ولی خب تا نرفتم تحقیق نکردم و در موردش نظر ندادم. مدارکی که برای اثبات دکتراش بود رو الان برداشته از اینستاگرامش، ولی تو اون تاریخ بود. اولا که یه کانالی داره که تو اون کانال من بن کرده، نمیتونم برم الان بهتون نشون بدم، ولی اسکرین شاتش اینجا هست، این مطلب تو کانالش هنوزم هست. البته این مطلب بلافاصله برداشت بعد از اینکه من اینجا گذاشتم. ادعا کرده هر تا مثلا RQ-170 که مال امریکا بود رو این نشونده، این هکش کرده، نمیدونم ایران رو تهدید کرده که من میرم فرار مخفی میکنم و اگه من برم دیگه کی براتون RQ-170 بشونه. حرفای این مدلی. بعد اینکه من یه سری بررسی کردم تو توییترش، مثلا یه سری عکس میذاره از تجهیزات نظامی ایران که اصلا یه چیز عجیب غریبیه که
یه آدمی میتونه همچی کاری بکنه، من نمیدونه حالا تو این کشور کسی براش مهم نیست. بعدا حتی یه کاری که این آدم کرده که دیگه این دوتا عکس اصلا توش گمه. خب من رفتم یه بررسی کردم مدرکشو، اختراعات 197 میلیون دلاری داشته این مدرک دکتراش. دکترا داره توی فلسفی، نمیدونم چی کامپیوتر انجینیرینگ، که اینجا دارید میبینید. من رفتم مدرکش رو نگاه کردم، اولا اینکه هیچ دکترایی توی امریکا 4 ترمه نیست، 4 ساله نیست بعد اینجا سیلی خورده روی دکتراش که برای ایمیلی که برای من فرستاده بود اینه، دارید میبینید مدرک، روی مدرکش سیل که اسم دانشگاهش هم میگه که دانشگاهی به اسم یونیورسیتی یا دانشگاه رسمیه چی؟ آریزونا یا هم چیزی، یونیورسیتی آف آریزونا اینترنشنال مثلا هم چیزی بود نداریم تو آمریکا. و خب روی مدرکش هم اگر نگاه کنید یه زیپ کدی داریم دانشگاهی که اون زیپ کد رو بزنید یه منطقه میاد به اندازه مثلا نصف تهران، مثلا فرض کن آدرس دانشگاه نصف تهران اینا نمیدونم کجا خریدار داره یا چرا این آدم تونسته زنده بمونه با یه همچین مداری، یا آیا واقعا این آدم تونسته سر خیلی و کلا بذاره با یه همچین شگردایی. من نمیدونم به خود، یعنی مثلا جای تأسف داره که این تونسته این کارا رو بکنه. احتمالش هم هست دا. یعنی احتمالش هست که خیلی ها رو تونسته گول بزنه با یه همچین مدارکی. و اینکه بعضی که این مدارک من مستند دفتم در آوردم، حتی مثلا این مهری که روی مدرکش خورده رو توی این آدرس میتونید ببینید، 80 تاش 5 دلاره و چیزای دیگه. بعضی که این کارو من کردم یکم خب ناراحت شد و یه مطالبی رو در علیه من نوشت که اونا میپردازیم. فقط بذارید من ببینم که تو کانال بهش چی گفتم. صدا سیما نمیدونم چه این کار میکنه، مثلا چه من یه پسر بچه رفته بودن آورده بودن قهرمان سازی های، حالا این بیچاره آیندهش هم خراب کرده، ولی خب یه سری که دیگه آینده ای هم نداره مثل این مسعود مولوی. بعد از اینکه این مطلب رو گذاشتم تموم شد، یعنی یه بحثی با من کرد و من یه بحثی با اون کردم و تموم شد، تا اینکه اومد یه آگهی استخدام گذاشت که دوباره این منو حساس کرد. آگهی استخدامش یک توجه کنید، اومده گفته که من هکر میخوام با همه جور تخصصی، بعد اینا رو میبرم اسپانیا، حقوقم دارم به یورو بهشون میدم. مثل عجیب غریبه. ببینید دوستان، این تماما کلاهبرداریه. من اینا رو همه رو میشناسم، یعنی آدم های چی میگن به نوعی شیاد و دلال هکر رو تو ایران من با اینا نزدیک کار کردم، چوب خیلی هاشون هم خوردم. بنابراین با دیدن یه دونه آگهی میتونم به شما بگم که این آگهی داستانش چیه، پشتش چه اتفاقی میافته. این میاد یه سری جوان بدبخت رو که فکر میکنن این یارو میبرتشون اسپانیا رو جذب میکنه، بهشون میگه مثلا دسترسی از فلان سایت و فلان سایت و فلان سایت به من بدید یا هرچی دسترسی دارید به من بدید، و بعد هم اگر فردا خدای نکرده اتفاقی برای اون جوان بیفته توی دادگاهی جایی، این یارو اصلا نیست که بخواد جواب پس بده. و خب این سوء استفادهشو کرده دیگه، بردشو کرده این وسط به امید این که من یه روزی تو میبرم اسپانیا. دارین میبینید مزایای شغلی. آخه شما هم میگید مثلا اسپانیا خودش آدم کم داره که چه میدونم هکر از ایران برداره ببره، اونم هکر آخه ببره توی اتحادیه اروپا، بعد ببره مثلا متخصص جنگ الکترونیک اسپانیا از ایران ببره، آخه یعنی اینقدر کشورش نابوده متخصص هک وبسایت، ما هم چیزی نداریم، هم چیزی نداریم. و خب اینو که من دیدم بی‌نظرستم که واقعا با جلوی آدم وایسم و اطلاع رسانی کنم، حداقل به دوستای خودم که بالاخره من توی این حوزه شناخته شده هستم. یه دادنامه‌ای من چیزی رو برام فرستاد خود مسعود مولوی، این فوروارد شده از خودشه، و توی این دادنامه گفتش که منو یه بار دادگاه گرفته و منو چیز کرده، تبرئه کرده، چون منو با جرم جعل عناوین و استفاده نمیدونم غیر مجاز از عناوین نمیدونم علمی تبرئه کرده، یعنی مداره که من درسته. گفتم اون چه ربطی داره، دادگاه حال کرده تو رو تبرئه کرده، ربطی نداره. ولی چند تا نکته تو این دادنامه مهمه. یکی این که هر کدوم از این بنده رو، دوستان به جرئت به شما میگم، هر کدوم از این بنده رو از این اتهامایی که اینجا میبینید شما داشته باشید تو جمهوری اسلامی، تا آخر عمرتون یا زندانید یا اعدامید.
ولی دارید میبینید که این اومده گفته که من در حضور نمیدونم نمایندای مجلس این کارو کردم، خیلی از این کارا رو کردم و تهش هم قاضی بخشیدتش. حالا این دیگه رأی قاضی، من به رأی قاضی ایراد نمیگیرم، ولی مطمئنم که پرونده کارشناسیش درست بوده. یعنی کارشناسی پرونده ها معمولا برای آدم که خیلی آدم سیاسی مهمی هم نبوده، کارشناسی حتما دقیق بوده و نیازی نبوده چیزی بالا پایین بشه و واقعا این جرم رو مرتکب شده این آدم. حالا فعلا که آزاد بوده، یعنی تو تاریخ آزاد بوده و خیلی هم مهم نبوده. ولی خب بعد اینکه من چیزو کردم، اینو منتشر کردم، یه وایسی داد بیرون مسعود مولوی و یه حرفایی در مورد من زد. بعد نیست گوش کنیم تیکایشو. اولا محمد جورجندی ادمین سایت وباموز به خاطر انتشار این مطالب توهین‌آمیز حکم جلبش از شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران صادر شده. حکم ممنوع خروجش هم به مرزهای کشور اعلام شده به سازمان گذرنامه، فرمانده گذرنامه، پلیس گذرنامه. و این یک موضوع. پروندهشون هم برای دادسرای بین‌الملل ارسال شده به دلیل اینکه محتوای مجرمانه‌ای که منتشر کردن اصالت سنجی شده در پلیس فتا. دادسرای بین‌الملل هم به زودی حکم جلب، یعنی خاوری رو اینجوری دنبالش رفته، پول ارسال میکنه، چون این جرم از منظر پلیس اینترپل هم قابل تعقیب. ما مدرک دکتراشو بررسی کردیم ببین شده چه جرمی واسه ما. خب دومن ایشون سابقه پرونده تو ایران داره، چند مورد سابقه کیفری داره، سابقه کیفری داره. خب به هر حال همچین آدمی با این سابقه ها صلاحیت اظهار نظر نداره. سومن ایشون اومده 4 تا اسکرین شات منتشر کرده که من همین آگهی که الان اینجا هست و گذاشتم و گفتم که آقا استخدام میکنیم، حالا برنامه نویس استخدام میکنیم، کارشناس شبکه هم استخدام، هکر هم استخدام میکنیم. کسی دوست داشت پیام بده، کسی دوست نداشتن پیام نده. شما غلط میکنید. 17 سال من کارم ملت رو استخدام میکنیم. اگر کسی تو این زمینه منو میشناسه و پیام میده، کسی هم مایل پیام میده، کسی هم نیست، با ارسال رزومه فنی که من این کارها رو بلدم هیچکی هیچ بلایی سر کسی نمیاره. این اراجیف و توهمات ذهنی یه آدم بی سواده که از این موضوعات چیزی حالیش نیست. حالا 17 سال میگه کار من اینه، اگه من بچه داشتم بچه منظم جورجندی بود. این حرفای مدلی هم در ادامه بوکس زده که تو کانال هست، میتونید برید گوش کنید. و خب واقعیت اینه که من از بعد و تولدم تو ایران کارم این بوده، این یارو رو نمیشناختم. بعضی که من یه سری اطلاعات در مورد این آدم تو کانال گذاشتم، یکی از یه سری از دوستای قدیمی من که ظاهرا فریب این شیاد رو خورده بودن با من تماس گرفتن، گفتن آقا ما اتفاقا با این آدم توی مدتی کار کردیم و اتفاقا همون زمانی که این بازداشت شد ما هم توسط وزارت اطلاعات بازداشت شدیم و بیچارهمون کردن دیگه، ما نمیدونستیم که آدم کیه، فکر میکردیم کارش قانونی، در صورتی کارش قانونی نبوده. یعنی یه سری آدم این آدم بدبخت کرده بود دیگه و پرونده دار کرده بود تو ایران و الان هم ادامه داره میده. یعنی هنوزم داره آگهی میزنه که بیایید و اینا. من نمیدونم، تا این تاریخ هنوزم خیلی مطمئن نبودم که آدم چرا زنده است. واقعا سواله برام، یعنی که این با این همه جرم که هنوزم داره اینا رو ادامه میده چرا کسی بهش کاری نداره. و اینکه خب این قصه تموم شد. بعد اختراعش هم من یه سرچی کردم اینجا، مثلا یارو خیلی کلاور داره، مثلا رفته واسه خودش صفحه ویکی وا کرده اینقدر احمقه که مثلا صفحه ویکی که برای خودش وا کرده، یوزری که اون صفحه رو ساخته خودشه. یه مدرکی رو اینجا منتشر کرد که اینجا نمیدونم میبینید یا نه، گواهی میشود اختراع مسعود مولوی وردجانی با شماره اینم فلان فلان با عنوان فلان و شماره فلان در سطح ایران تازگی داشته و نظر علمی مورد تایید است. کی رو تایید کرده؟ سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، دکتر محمد رضا بختیاری، که این عکس ایشون. خب من این شماره اختراع رو که البته یه شماره اینجا اعلام شده رو من سرچ کردم، ما به نتیجه نرسیدیم، یعنی ما نتونستیم به جوابی در بیاریم که آقا اختراع این بابا چی بوده. هوش مصنوعی پیشرفته سخنگو با قابلیت‌های هماهنگ سازی تصویر و مجازی صورت انسان.
نمیدونم، ما به نتیجه نرسیدیم. ازشون هم من تو اون تاریخ سعی کردم شون پیدا کنم، ازشون بپرسم، خب ایشون پاسخی ندادن. بازم قصه مسعود مولوی به فراموش سپرده شد. بذاری من قصه که تو کانال زدم و ببینم. آها، تا اینکه مسعود مولوی در ادامه تمام عکسایی که گرفته بود، یه عکسم این دفعه با احمدی نژاد گرفت و این یه آدم عجیب غریبیه دیگه. مثلا در این حالی که عکس با احمدی نژاد داره، در این همون زمان هم مثلا همزمان دوست داره که دختر مثلا رضا پهلوی هم برگرده ایران. یعنی سایدش مشخص نیست که چی میخواد از دنیا. ولی کلاهبرداره دیگه. یعنی کلاهبردارا خاصیتشون همینه، خاصیت اخلاقی رفتارشون همینه. از یه تاریخ به بعد مسعود مولوی یه آدمی اومد تو زندگیش به اسم زینب طاهری، که اینا یه اکیپ سه نفره بودن، شهرام جزائری، مسعود مولوی و زینب طاهری، که اینا خب تو کانال مسعود مولوی چیز میز میذاشتن. چی شد برای من حس... من حساس شدم روش دوباره؟ به خاطر اینکه سایت ایبنا که توی کانال ما زده بودیم، من رو سایت شرطمندی کار میکنم دیگه، سایت ایبنا زده بود که آقا یه نفر تو آمریکا هستش که این بابا داره از شبکه پرداخت ایران باجخواهی میکنه. البته سایت ایبنا اینقدر متاسفانه، اینقدر متاسفانه، 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 اینقدر ارزه نداره که اسم ببره. آیا محمد جورجندی نوشته یه نفر که بار حقوقی براش نداشته باشه. ولی خب بلافاصله بعد از اینکه سایت ایبنا اینو منتشر کرد، مسعود مولوی هم ازش سوء استفاده کرد، همونو اومد بستش داد. اومد نمیش سایت های قمار دستاویز باجخواهی یک مجرم تحت تعقیب و شبکه پرداخت، که دیگه حال کرد دیگه. یعنی تو اون خبر رو دید یو حال کرده و شروع کرد همونو به اسم من نوشتم. یک ساعت کانال تلگرام به نام وباموز وابسته به فردی به نام محمد جورجنجاد بنی، یک هکر عضو گروه هکری شگرد، سالهاست به دلیل تحریم حکومیت بانکی افراد امنیت ملی دست تعقیب قضایی قرار دارد و فلان گریخته است. و آره، یه توضیحاتی داد که آقا من به گزارش خبرگزاری رسمی بانک مرکزی ایبنا، این شیوه جدید کلاهبرداری برای تامین مخارج زندگی افرادی است که در کشور خارجی سرگردان مستحصل است. بعد دیگه خلاصه لینک ایبنا رو گذاشت و خیلی حال کرد، همین رو فوروارد کرد تو کانال خانم زینب طاهری. از این تاریخ به بعد زینب طاهری برای من هم مهم شد که این زینب طاهری کیه. چرا برای من مهم شد؟ به خاطر اینکه این میگفت من وکیلم دیگه. ببینید یه وکیل اگه یه کلاهبردار یه حرفی بزنه، من میگم کلاهبردار خیلی مهم نیست، من اتفاقا ازش شکایتم کردم تو ایران و در گردش اون پرونده که من از این کلاهبردار شکایت کردم. ولی اینکه یه وکیلی به اسم زینب طاهری و اینکه در همون تاریخ زینب طاهری ادعا میکرد که وکیل تمام مظلومین ایرانه، میاد این مطلب رو از کانال مسعود مولوی فوروارد میکنه، برام جالب شد. جالب شد که چجوری یه وکیل به خودش اجازه میده یه همچین مطلبی رو بدون سند منتشر کنه، چون سندی براش نیست دیگه. اگه سندی داری باید نشون بدی. مثلا اینقدر بیار با هم کلاهبردار هم بامزه است. مثلا رفته توی توییتر زده بود که من 13 سال پیش اکانت توییتر ساختم. یه نفر اومد گفت کلا توییتر 12 سال است، تو چطوری 13 سال پیش اکانت ساختی؟ این کارای کلاهبردار دیگه، این کلاهبردار اعتماد به نفس بالایی هم داره دیگه. بعد همزمان خب کانال زینب طاهری هم برای من مهم شد به خاطر اینکه عیناً مطالب مسعود رو فوروارد میکرد و ارتباط این دوتا با هم خیلی مشخص بود. نوشتم خب به عنوان یه وکیل شما باید توضیح بدید، اون جواب من نداد، خیلی مهم نبود. بعد اینکه هیچی، بریم ببینیم که حالا اون ور چه اتفاقی افتاد. پس ما یه مسعود مولوی کلاهبردار داریم که حالا البته اینجا اکسسش رو پاک کرده. ببینیم داستان زینب طاهری چیه. زینب طاهری یه وکیلیه که ادعا میکنه من وکیل تمام مظلومین جهانم، از جمله محمد علی طاهری، وکیل نمیدونم همه دیگه. یه لیست از تمام زندانی سیاسی و عقیدتی ایران رو جمع کرده که من وکیل اینا. اولا که سایتشون نگاه میکنی مثلا آخه کدوم وکیلی مثلا میاد از موکلش مثلا چه میدون یه همچی سایی درست کنه. میدونی مثلا مشهر یه چیزای عجیب غریبه. بله، این که اتفاقات بعدی که افتاد هم موضوع رو جالب کرد.
زینب طاهری در یه تاریخ بازداشت شد، به خاطر حالا به هر دلیلی بازداشت شد، و بعد از اینکه بازداشت شد اکانت توییتر و اکانت تلگرام و اینستاگرامش شروع کردن بر یه مطالبی رو بر علیه جمهوری اسلامی منتشر کردن. من تو همون تاریخ به علت اینکه توییتر زینب طاهری توی هر دوتا اکانت من، یعنی هم وباموز هم اکانت اصلیم، منو بلاک کرده بود، مشکوک شدم که مدیریت این اکانت ها احتمالا دست مسعود مولویه. ولی خب رای برای اثباتش حداقل تو اون تاریخ نبود، دلیلی هم نبود که من اثبات کنم، تا اینکه قصه یکم پررنگتر شد. یعنی اکانت شروع کرد یه سری مطالب رو منتشر کردن در مورد قوه قضاییه، در مورد چون یه سری مطالب عجیب غریبی رو منتشر کرد. تو کانالش ببینید رسما مثلا فساد اخلاقی رو وصف کرده به قاضی صلواتی، بعد متن چتای قاضی صلواتی رو منتشر کرد و بعد توی تاریخ یه سری وویس منتشر کرد. البته آدم احمقی ها، مثلا چیزی که منتشر بود خیلی در این حال فانم بود، مثلا این وویس رو منتشر کرده، گوش کنید. بنده مهربان، خب طبق اطلاعیه که قبلا منتشر کرده بودیم هشدار داده بودیم که فساد مالی و اخلاقی دادستان تهران بسیاری از قضات داره در مورد دادستان تهران به صورت مستقیم و شفاف صحبت میکنه و در مورد فساد مالی و اخلاقیش گاه انقلاب و مقامات قضایی از جمله قاضی صلواتی، احمدزاده، تدیون، پوریایی، صلواتی، احمدزاده، تدیون و بسیاری از مقامات قوه قضایی از جمله. یعنی شما در این لول از انتقاد میتونی در مورد هم چیزی تو ایران صحبت کنی و هنوز زنده باشی. بعد خیلی احمق دیگه، مثلا خواه همین وایس رو شما هرسش رو یکم جابجا کنی به صدای اصلی میرسی، گوش کنید. به نام خداوند بخشنده مهربان، خب طبق اطلاعیه که قبلا منتشر کرده بودیم هشدار داده بودیم که فساد مالی و اخلاقی دادستان تهران بسیاری از قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی از جمله قاضی صلواتی، احمدزاده، تدیون. خب ببینید خود مسعود دیگه، خود مسعود مشغوله. حالا باید یه راهی وجود داشته باشه که این ثابت بشه، یعنی فقط با یه صدا که این جور در نمیاد. برای همین من افتادم به اینکه یه سرچی بکنم ببینم که داستان از چه قراره. توی کانال زینب طاهری عنوانش دو تا سایت اومده، belg.ir و zeinabtahiri.ir. belg.ir رو ببینیم چی بوده. این الان که البته بسته شده، ولی گروهی به اسم گروه وکلای بهار عدالت بوده که اینا کار میکردن که زینب طاهری توشون کار میکرده، دفتری داشتن کار میکردن. و یه سرچ که بکنید ببینید مثلا اینقدر کار نداشتن که این مرور تبلیغ میزدن، اما اینیم و آدرس ایمیل داده و نمیدونم شما تلفن و و و که ما وکالت قبول میکنیم و اینا، این مرور آگهی میدادن. من اصلا وارد بحث سیاسی اینا نمیشدن، شما چیزی از سیاست تو اینا نمیدیدی. ولی چی شده که یه یهو زینب طاهری که اصلا وارد این موضوع نمیشده یهو اینقدر سیاسی شده؟ یعنی تمام آخه پرونده همه سیاسی ها هم میگه من وکالت شده دارم، در صورتی که آخه یه سری از سیاسی میگن آقا اصلا کاری نبوده تو پرونده ما، ولی اسم همه رو زده دیگه، تو کانالش برید میبینید اسم همه رو یه دور زده. خب از این دوتا ما چه چیزایی رو به دست میاریم؟ از اینجا بعد یکم فنی میشه، عذر میخوام. یه حویز بگیره از زینب تاهری داتا یا ما میرسیم به یه ایمیلی به اسم zeinab.t@yahoo.com و یه شماره تماسی که این شماره تماس متعلق به دفترشونه. zeinab.t هم ایمیل خود زینب طاهریه. زینب طاهری همون موقعی که بیرون بود و داشت مثلا دفاع میکرد از وکلا، هنوز بازداشت نشده بود، خیلی تاکید داشت توی اکانت توییترش که اینا مال من نیست، یا اگرم منو بگیرن میگم مال من نیست، چون نمیتونن ثابت کنن که اینا مال منه، به من وصله. طبق قانون مبارزه با جرم رایانه‌ای برای اثبات جرم در فضای مجازی باید ادله اثبات دیجیتال فلان 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 وجود داشته باشه که من اینا نبودم، فقط اگه ثابت کنن هم حرف بدی نزدم و قانونی اعتراض کردم. اینا هنوز مال اون زمانی نیست که بازداشت شد و این دیتا ها رو منتشر کرد. اینا مثلا یه توییتش خیلی جالب بود که بلافاصله حذفش کرد. مثلا اومده بود که به سفیر بریتانیا توییت کرده بود که بیا کمک کن به ما،
چون شما وظیفه حقوق بشری داری، به ما و زندانیان سیاسی کمک کن. یعنی چی این؟ اصلا یک چیز عجیب غریبیه که دیگه یکی از وکلای تو توییتر اصلا واکنش نشون داد، اصلا اونا هم تعجب کردن که وکیل آخه چقدر میتونه احمق باشه که همچین کاری بکنه، چون اتفاقا با این توییت داره اون آدمایی رو که میگه من وکیل اونا هستم رو به خطر میندازه. قبلا هم مسعود مولوی در مورد این که با زینب طاهری کار میکنه یکی دوتا ریپلای کرده بود جای مختلف و به گروه وکلای بهار عدالت هم اشاره کرده بود که چند تا اسکرین شات شون داشتم. زینب طاهری توی این سرورکایی که داره یه شماره تلفنی رو داده، شماره موبایلی رو داده که این شماره رو یادداشت میکنیم که داشته باشیم، 0912-517-2021. حالا با وریفای کنیم که ببینیم اینا مال خودش هست یا نه. مثلا خب شماره موبایلی که من چک کردم مال خودشه، به اسم خانم طاهری سیو شده و اکانت یاهوش هم اگه دقت کنید موقعی که میرید ریکاور کنید اکانت یاهوش هم با شماره موبایلی با 09 و انتها 21 ست شده که شماره موبایل خودشه. پس این اکانت متعلق به خودشه، پس این وبسایت متعلق به خودشه. حالا که این وبسایت متعلق به خودشه، تو این وبسایت در بخش تماس با ما علناً آدرس کانال زینب طاهری رو شما اینجا مشاهده میکنید، زینب آندرلاین طاهری. پس کانال زینب آندرلاین طاهری قطعا مال ایشونه چون اینجا بهش اشاره کرده. زینب طاهری اکانت اینستاگرامی هم داره که الان البته بستتش، توی اکانت اینستاگرام هم اعتراض کرده بعد از اینکه البته بازداشت شد، چون تمام اکثر فعالیت ها و افشاگری هایی که کرد مال زمانیه که بازداشت شد، یعنی گفتن بازداشت شده و افشاگری ها توسط مسعود مولوی شروع شد. این اکانت رو هم اگر ریکاورش رو چک کنیم میرسیم به یه ایمیلی که با ام شروع میشه و انتهاش صفره که مسعود مولوی ایمیل جیمیلش رو به اسم masood.molavi10@gmail.com رو به همه داده و یه سرچ هم بکنید به این ایمیل میرسید. میبینید این ایمیل ها توی پست اینستاگرامش هم زده، ولی خب این yahoo.com. پس مسعود مولوی احتمالا یه ایمیل عین همون داره یاهو که اون رو هم من وریفای کردم، بله یه همچین ایمیلی هم داره. حالا بریم ببینیم که این اکانت های توییتر و اینا مال کیه. توی توییتر فورگیت پسوردی که بزنید ببینید زینب آندرلاین طاهری دست کیه. خب اکانت زینب طاهری رو آورد، من ایمیل رو ایمیل مسعود مولوی میدم، ایمیل یاهوشو میدم، ایمیل جیمیلشو نداده یاهوشو داده. ببینید من ایمیلو اول الکی میدم، ببینید که قبول نمیکنه، حالا ایمیل خودشو میدم، از من قبول کرد، میره مرحله دوم میگه حالا شماره تلفن تو بده که من شماره تلفن محسودو میدم. این شماره تلفن محسوده 912-894-1653، اینو دیگه همه میدونن شماره محسوده، نیاز به وریفای هم نداره. توی تلگرام میبرم برام بزنید میبینید شمارش. اوکی میبینید. پس هر دوتا رو اگه شما صحیح بدی توییتر شما رو تشخیص میده، میگه حالا من این ریکاور پسورد رو به کدوم بفرستم. پس اینجا مطمئن میشیم که این اکانت تحت کنترل مسعود مولوی بوده و تمام توییت ها و هر مطلبی که اینجا منتشر شده مسئولیتش مستقیم با مسعود مولوی بوده. حالا مطالبی که منتشر شده جالبه دیگه، اینا مهمه. مثلا مسعود مولوی اومده یه سندی رو منتشر کرده در مورد قاضی یکی از قضات مهم کشور، در مورد مستقیم در مورد قوه قضاییه رو زده، دایرکت قوه قضاییه رو زده. حالا چرا اینا رو زده؟ که شاید اون عکسی که با محمود احمدی نژاد دارن یه مقدار ما رو راهنمایی کنه. من نمیدونم، نمیخوام اصلا قضاوت سیاسی بکنم، ولی جالبه برام که مثلا اینا قبل از اینکه بازداشت بشن همه یه دور، یعنی زینب طاهری قبل از بازداشت بشه احمدی نژاد دیده، مسعود مولوی یه دور پیش احمدی نژاد بوده و عکس داره. حالا ممکنه اینا هم هدفمند باشه، من نمیدونم. اینجا مثلا شهرامو میبینید با زینب. مسعود مولوی همزمان با اکانت خودش هم اینور اونور مطالب رو منتشر میکرد، کانال زینب طاهری رو اینور اونور پخش میکرد. اتفاقی که افتاد این بود که زینب طاهری تاریخ 19 بازداشت شد. از تاریخ 19 کانال، ببینید کانال کلن کانال زینب طاهری 4 می کرییت شده، یعنی انگار میبینید همه چی برنامه‌ریزی انگار شده. نمیدونم نتیجه گیری نهایی به خودتون ها، یعنی که چیزی نبوده که بگیم مثلا یک سال داشته کار میکرده،
زینب داری داشت زندگیشو میکرده تو همون کانون وکلای نمیدونم کی کی چه وصول میکرده این برابر میکرده این کارا، یو از تاریخ 4 می سیاسی شده و بعد بلا فاصله یک ماه بعد بازداشت شده و تا 15 جولای این اکانت ها فعالیت میکرده و افشاگری میکرده. از 15 جولای اکانت کلن اون کانال رینیم شده و اومده روی یه جای دیگه، آیدیش عوض شده اومده روی جای دیگه، مطالبش اصلا با یه آیدی دیگه اومده بالا و تو این نوشته شده آقا این ربطی به زینب طاهری نداره، ما زینب طاهری نیستیم و هیچی دیگه، کلا منکره زینب طاهری شده و کانال اینجا اسمش اصلا عوض شده، شده جعبه سیاه. آیدیش عوض کردن جعبه سیاه، ولی خب جعبه سیاه رو اگه برید بالا هنوز تگای زینب طاهری رو توش میبینید، یعنی مطالب زینب طاهری توش حذف نشده. این اون تاریخی که زینب بازداشت شده، یه پوستر خوشگلم براش درست کردن و دیگه مسعود مولوی شروع کرده در موردش مطلب دادن بیرون. اینجا شروع کرده افشاگری در مورد یه سند قوه قضاییه، مستقیم قوه قضاییه رو زده. و خب همش در مورد حقوق بشر و مستقیم رئیس قوه قضاییه رو زده و تا اینکه از یه تاریخی به بعد کانال یهو عوض شده همه چی. یعنی اون تاریخی که من اینجا بهتون دادم از تاریخ 15 جولای کلن کانال دیگه ساختارش عوض شده، یعنی اینکه انگار یه اتفاقی افتاده که ما نمیدونیم اتفاق چیه و دیگه کانال اصلا دیگه کار افشاگری نمیکنه. توهینا سر جاشه ها، یعنی همچنان داره نظام میزنه و حرفی سیاسی میزنه، ولی قصه اینه که خیلی دایرکت هم داره از احمدی نژاد دفاع میکنه. الان مثلا میبینید آخرین مطالبش همین آخرین مطلب احمدی نژاده که اومده گفته آقا دولت اگه ارزه نداری بکش کنار، نمیدونم این حرفای این مدلی. حالا انگار زمان خودش چیکار کرده واسه ما که تز اخلاقی هم میده. قضاوت نمیکنم که سایدی رو بگیرم ها، قضاوتش با خودتون. میخواستم به شما ثابت کنم که مسعود مولوی پشت این اکانتا بوده، این کسافتکاری رو مسعود مولوی پیاده کرده. مسعود مولوی حامی شهرام جزایری هم بوده، کانال شهرام جزایری هم دست مسعود مولویه. اگه خاطرتون باشه بزنید ببینم شهرام پیداش کنم. شهرام یه کانالی داره اسم بانک جهانی شهرام، اگه خاطرتون باشه شهرام بعضی که لای گونی عدسا میخواست از ایران فرار کنه و خبر بازداشتش اومد، اومد گفتش که تو کانالش یهو دیدیم یه ویدیو اومده بیرون که آما خوبم و نمیدونم دارم میچرخم واسه خودم و اینا، که خبرگزاری گفتن آقا بر اساس این ویدیویی که اینجا منتشر کرده پس حالش خوبه. نشون میده که این کانال دست مسعود مولوی. مسعود مولوی اون ویدیو رو پخش کرد که نشون بده آقا شهرام بازش نشده، ولی خب دو روز بعد یه روز بعد فکر میکنم دیگه خبر قطعیش اومد و این برابر خبرش رو زدن. و خب مسعود کلن علاقه خاصی به این کارا داره، اصلا تو کانال خودش هم زده بود که من اسپانیام، در توی اسپانیام نیست، جدیدن هم که خوشگل کرده و اکانتش رو عوض کرده و اینم کانالش رو. آره ببین زنیم چی گذاشته برامو و کی داره از این آدم حمایت میکنه رو این من نمیدونم. یعنی آدمی که میتونه دایرکت رئیس قوه قضاییه رو بزنه و بازی ها رو و کسی هم نتونست اول روز کارش خوبه هم و این ماشین درازه شما بشتیم این چی؟ لیموزین؟ لیمون. خب بذارید ببینیم که مسعود الان کجاست. سلام، اول روز کارونه توی لیموزین با دوست خوبم، یه کچل کرات قرمز اینجا میدید. ماشین درازه شما بشتیم این چی؟ که توی تیکه بعدی این هم دوستم بگه محمد گل خریده واسم، دوستم محمد گل خریده برام. پارت آخر اگه دقت کنید اینجا یه بافت شهری میبینید که این بافت ترکی هست، یعنی تایپ خونه ها تایپ ترکی هست. اگه ترکی تشریف برده باشید با یه نگاه میتونید تایید کنید. بریم تو فالوراش بگردیم ببینیم این رفیق کچلش محمد کیه. خب یه سرچ اگه بکنیم محمد اینجا پیداش میکنیم، محمد آتشبر. استوری محمد رو ببینیم، دقیقا پشت همون ساختمون استوری داره، توی همون لیموزین نوشته بعد از این انترویو کاری دارم برمیگرم خونه و خودش. خب بزن ببینیم که محمد الان کجاست. محمد یه عکس هم داره، دقیقا این عکسی که مسعود گرفته.
و تو عکسش لوکیشن رو زده ساختمان زورلو سنتر، که این زورلو سنتره، من چون استانبول زندگی کردم استانبول رو میشناسم، این زورلو سنتره. خب برای اینکه بدونیم که محمد چی کاره است، یه دونه از این استوری اینجاشو نگاه کنیم با هم. خب اینجا تو استوری اگه دقت کنید یه چارت هرمی میبینید که نشون میده یکی که سوال کاره، یکی محمده میکنه کار هرمیه. به وضوح سایت بایننس هم این صرافی بازه و کار کریپتوکارنسی و خرید فروش انفضام میکنن، بلاکچین و بیتکوین و اتریوم و چه کلا برداریم پولا رو در میارن. نمیخوام بند خدا رو نمیخوام در مورد نظر بدم، ولی حداقل مسعود مولایی آدم سالمی نیست. حالا رفته که کلاه اینو برداره، این دوتا ما هم دیگه میخوان کلاه یکی دیگه رو بردارن، اینا رو من نمیدونم دیگه، باید ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. حداقل تو اون تاریخ که ایران بود، یعنی من بر اساس تحلیل اکانت های توییتر و اینستاگرامش و اکتیویتی هایی که ازش داشتم مطمئن بودم که ایرانه، ولی خب اینکه این آدم اینقدر دستش تو اون کشور بازه که هر کاری دوست داره بکنه و کسی هم نمیتونه بهش چیزی بگه، هم در نوع خودش خیلی جالبه. متشکرم که وقت گذاشتید و این ویدیو رو دیدید.